خب بیننده های عزیز، ما حالا آمدیم در خانه آجیزایی اینجا که ما هسته کشان صحبت میکنیم درباره گذشتهشان که در گذشته ها چه قسم بودن و چه کارا میکردن. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب بخیر. خوب هستین جان جا، شکر بخیر باشین. تشکر، زنده باشین. معرفی کنین خودتان. اسم ما زایر است، ولد امیرداد، باشنده فعلا پیتوی لغمان، اما مربوط ولسوالی شیبر هستیم. داکی شیبر اصلی پدری ما از اونجا است. بسیار خوب آجی صاحب. خب میشه بر ما بگوین از گذشته، از زندگیتان گذشته چی کارا میکردین؟ یعنی چی قسم بودن؟ گذشته خود دیگه ما همی کسب دریوری است از ما. یعنی دریور هستیم تا از اول عمر تا آخر عمر دیگه کل افغانستان گشتیم و دیدیم و بالاخره دیگه ویده کج ما در بامیان بود و در مزار بودیم، کابل بودیم و پل خمری بودیم، هم چهار دنگ افغانستان دیدیم و گشتیم و دریوری کردیم. همی حالی هم در ما کسب هستیم، در ما شغل هستیم. اینی از امو دوران نوجوانی دیگه در می دریوری شروع کردیم؟ این هم از جوانی دیگه، وقتی که بسیار خرد بودم که دم کنی مطر هستم تا این سری روزه. این تخمینن که ما سنف چاری مکتب بودم که مکتب اعلام کردیم که رفتیم دمی شغل هستم تا این سری روزه همجا قراقه میکار کده رایی. تا سنف چند خواندن که اعلام کردین مکتبه؟ تا سنف چاره. بعد از او خلاص شده کنی مطر که رفتیم دیگه، از خلاص شده دیگه از درس مرس بس ماندیم کلیش نشد. با زمان هایی در دریوری شروع کردین در کجا زندگی میکردین؟ دریوری که شروع کردیم در کابل بودیم. بعد از کابل که حساب امنیت بود دیگه، کابل یک چیزی خوبتر بود، باز اونجا بودیم. باز وقتی که از کرگریه شدیم و گریختیم و پس رفتیم و بالاخره پس در بامیان آمدیم. از بامیان پس دوباره که اینجا ناملی شد چی شد رفتیم مزار رفتیم. باز چند سال مزار بودیم، باز پل خمری رفتیم و بالاخره یک دو سه سال پاکستان تیر کردیم. باز پس از اونجا آمدیم کابل، از کابل در بامیان هستیم اینجا، در بامیان آمدیم. میشه از خاطراتتان بگوین در این مدتی که شما یک کوچ کردین از اینجا، از گفتین کابل در مزار، از مزار در پاکستان؟ تو زندگی دیگه نمی زندگی نمی تو در گذر است دیگه، نمی تو دیگه نه ریز ما بشد و نه اسنایی که ما کدام چیزی داشتیم و قدم کار کردیم که می چیچار گرفته از اینجا در اونجا بردیم، از اونجا در اونجا بردیم، اما موقع که پیدا می کردیم و امور خرچ کرده و گشته و خورده رایی و رزی که افغانستان ناملی است دیگه و طور چیزی نی است که همی حالی برای فعلا هم کار غریبی در مردم نی است و منم اینجا هستیم. امیالی هم دیگه والا اینجا در کار موریم که منتا دمی اسنام خود دیگه کار بار نیست در مردم، نمیتونیم که همی چیز تا آنوز هم نفقی ایالا پیش موریم، باز خدا روزی رسان است دیگه امور پیدا میکنیم خرد. حاجی صاحب، باز گفتین حالا هم دریوری میکنین؟ بله، حالا هم دریوری میکنیم. در کدام لین کار میکنین بر فعلا؟ فعلا از ما مترکلان سر جایی که برابر شوه، هر جایی که برابر شوه دیگه دم باربری است دیگه در کل ولایت های افغانستان موریم هر جایی که باشن. خب آجی صاحب، تا جایی را که ما شنیدیم گفتن شعر بلد هستین، بیت میخوانین، داستان بلدین، کدام شه برای ما؟ والا او تو خب بچگی بود، خب بیت هم زیاد میخواندیم و داستان هم بلد بدیم. خالی یک ذره پسی پیری هست گفتن هم شه که کدام شه چی هشته باشه. خب خیر، باز یکان چیز موگیم داشتم، یکان شعر، یکان گپ سخنه. خب آجی صاحب، برای ما بیننده های عزیز، ما کدام چهار بیتی اگه باشه یا کدام داستانی اگه باشه میشنویم؟ یکان داستان رو بهتان قصه میکنیم، بازمو که چی شده که امور مد نظر گرفتیم امور موگیم در شما سیس خیلی میشنویم. یک وقت یک زمانی بود که زمان قافله بود که وقتا دیگه نه موتر بود و نه تیاره بود و نه گه بود نه سخن. باز اینجا قافله بسته میشه، در کسی کسی مکه میرفت یک جای دیگه که میرفت، باز کلی قافله بود. باز در او زمان یکی از بچه پادشاه بلغاریا بازی قدم قافله برابر شد که مرا گرفته ببرین همچار دنگه همینجا بیگردیم و بالاخره مکه معظمه بریم. بازی را از پیش پدر و مادر خود بسیار همیتر دیگه یک مشکلات زیاد یا خود چی کرد، از جا رخصت گرفت و قد از جا حرکت کرد و آمد و آمد و آمد. بالاخره در جای رسید که در ولایت بامیان ای چی میشه، یه همینجا مریض میشه و یه مومانه و بالاخره می رفیقای دیگه ما می عجم دیگه نزدیک کده بود، بازی رو اینجا اعلام میکنه و یا بدر خیسته میره. بازی ها میمانم اینجا یا رفتن و اندوالا ازی تنها ماند و همینجا بالاخره یا یک مجید
بازی که یک مسجد مونده بود، باز بالاخره می یک نفر پایان شد و آمد در مسجد سعی کرد که یک مریض همین جفتیده و بازو برزو یک دوستان چی کرده بود، همینطور دیگه بازو رو مثل تور شیر و دوبای تیوری همینطور برگزار کرده بود. باز من مورو بر شما مگم رفیقا، اگر خیرت من دیده و شار مرا در غربه تو پندم نگه دار. غریبا زرده باشه در غریبی، نباشن پیشی خلقان قدر و مقدار. سنایی گفت تو رزی من به غربت، شودم از بری کاری سوی بازار. شدم در مسجد تو در سنی میرا، بیدیدم نوخه تیفتیده بیمار. نو پالو یشنی یاده بر زمینی، بزری سرنی یاده کفشو دستار. سرش را در را بردم من بزانو، کی آلش را بی پرسیدم پدروار. می گفتم ای جهان است لز کجایی، بی گفتا اصلی من شهری بلغار. اگر روزی روی در شهری بلغار، سلامی من را سانی جمله یک بار. ولی از مردنم چی زینه گویی، با زنهار و با زنهار و با زنهار. کیان مادر مرا با ناز و پرور، پدرم برده بود و رنجی بسیار. چو مادر بشنود مرگی پیسر را، شود کروکو ندرو را به دیوار. برادر بشنود مرگی برادر، شود دیوانه روحارت بکسار. چو خواهر بشنود غم ناگردد، کی باشد در غریبی مرگو دشوار. بی گفتم ای جهان رق بچی داری، بی گفتا بری من سه بی پدیدار. بی گفتم ای جهان رق بچی داری، بی گفتا بری من سه بی پدیدار. دویدم من همانگاه سوی بازار، خریدم چند و سبز بری بمار. زیتوندی بازو گشتم سوی مسجد، بی دیدم جمع گشته خلقی بسیار. جهان خود مرده و رنگش پریده، دیلی پور اسره درویش به دیوار. کفن گیرد آورندن پاکو ششتن، با مشکوان و رکاف و رو تاتار. خدایا تو سنایی رابی احمد، با حقی هیزه تو کاف و رو تاتار.
مرو در غربت پندم نیگادار غریبان رانی گادار میازار غریبا زرده باشد در غریبی نباشد پیشی خلقان قدر مقدار. خب آجی صاحب شعر را که خواندین داخلش در ادامه از همون داستان بود فکر کنم. ادامه همون داستان بود که وقتی که همون چی شده بود باز اینجا که آمده بود که افتیده بود همون اینجا مریشته بود باز بالاخره که اندوالایزی رفته بود همون قافله رفته بود تنها مانده بود همون اینجا باز یک نفری که هم از اون منطقه و قسلاق آمده بود مجید که سعی کرده بود که باز اینجا دیده بود که یک نفر بیمار افتیده بازی رفته بود پیش از او باز امور مثل کمی طور چی کرده بود که تو از کجا هستی و از کدام کشور آمده بازی افتاد که من از چی هستم اینجا آمدم هم تا در قافله آمدم هم اینجا مری شدم باز قافله بالاخره حرکت کرد و رفت من هم اینجا ماندم در جای جا باز امور تا چی هم کرده بود که من از بلغاری هستم باز روزی که رفتی سلام مرا برسان بازی هم تا نصیحت هم کرده بودم منطقه جایه که جایی که مرا که یک جایی دفن خواه کنید که اما یک دیگ بلندی که شمال برغار در دماغ ما بزنه و همینجا در چیزیم بیایه بعد از این دیگه نو در رضای خدا رفتن و بدر اصنای قافله و سی رفتن و یه سو دیگه نو تر دیگه ماند و دستانش کلاش شد. بسیار خوب. تا جایی را که ما فهمیدیم یعنی در کل یعنی از این قسمی از داستان می فهمیم که حسی وطن دوستی بوده فکر کنم. طبعا نمگه بود حسی وطن دوستی هسته که یعنی در وطن هر جایی که باشه میالی هم که مردم هسته مسافر در کشور دوارگی بالاخره یعنی میتر یک چیز غربت هست دیل یک نفر یعنی کسی که در افغانستان بسیار خوب رقم و چی هسته نهار کشور خارج دیگانه یک غربتی داره گفت که باشه یک چیزی هسته طبعا نمگه بود. بسیار خوب آجی صاحب. خب میشنیم از خاطرات تان دیگه کدام خاطرات جالب داشته باشین؟ والا دیگه کدام خاطرات جالب نداریم خب مقصد این قصه هسته که امیالی با قدم چیزی که هسته خاطرات امیال پیشت لغمه نانه چیزی که از مردم هم غریب بیچاره است در افغانستان کار غریبی نیست دیگه از تمام چیز مردم گذشته و با قدم پیشت یک لغمه نان هسته که از کجا یک لغمه نان میسری کنی و بری بخوری یعنی می هم نیاد کار داره و می یک لغمانان دیگه یه هیچ کدام چیزی در افغانستان می آیانی. خب آجی صاحب داخل می شنیم کدام حرف داشته باشین کدام پیام داشته باشین بر بیننده های عزیز ما. بس تشکر پیام مامی است که خداوند در افغانستان یک سل سرتاسری بره هم موفق و پیروز بشین. تشکر از برنامه شما که بدر امیر در مردم چی کردین امیر در جگوش جهانی برسانین و بالاخره بدر یک کار شوه که در افغانستان یک دیست کامر شد که مزی بدبختی و ناچاری مردم بشه. بسیار تشکر آجی صاحب. قابل تشکر نی بخیر بشین. تشکر از تلویزیون شما. خب بیننده های عزیزی بود برنامه ما با آجی صاحب که دیدین داستان را بر ما قصه کرد که در داستان یک نفر مسافر بود از وطنش دور بود و اینجا حسی وطن دوستی را بر ما نشان داد. تا اگر میخواین باز همچنین برنامه های داشته باشیم کانال یوتیوب ما را لایک سابسکرایب و نظراتتون را با ما شریک سازید. تا برنامه های بعدی که در برنامه شما قرار میگیریم خداوند یار و نگهدارتون.